سلام و درود به هموطنان عزیزم. چند دقیقه میخوام وقتتون رو بگیرم. چند تا سوال مطرح شده، خیلی داره پرتکرارم مطرح میشه این سوال ها در مورد تعداد آتش سوزی هایی که داره رخ میده در کشور و اینکه همه جا ظاهرا داره میسوزه، چه در شهر و چه در مناطق بیابانی، مناطق دشتی، مناطق صحرایی، و الان یک جوی را افتاده، یک شایعی را افتاده که نکنه عمدی در کاره و مگه میشه این همه همزمان جنگل ها، مراتع و پارک های شهری و حتی مناطق دیگری به هم بسوزه؟ برخی حتی این سال رو مطرح میکنن که چگونه استش که ما هم وقتی که خوشسالی میشه باید نگران باشیم و هم وقتی که ترسالی هست باید نگران باشیم. یعنی واقعا هیچ شرایطی وجود نداره که ما احساس امنیت بکنیم، خداوند رو شکر بکنیم. واقعیت ماجرا اینه که چه خوشسالی و چه ترسالی، اگر مدیریت درستی حاکم باشه میتونه این دو ویژگی رو تبدیل به فرصت بکنه، و اگر مدیریت درستی حاکم نباشه میتونه این دو چالش تبدیل به یک تهدید بشه. ما کشورهای زیادی رو در دنیا داریم که میانگین بارندگی هاشون چندین برابر ایرانه، ولی و حتی یه هکتار بیابان هم ندارن. همون کشورهای به مراتب فقیرتری از ما هستن. کشورهایی هم داریم که یک هکتار جنگل ندارند، میانگین بارندگیشون به مراتب از ما هم کمتره، اما کشورهای به مراتب ثروتمندتری از ما هستند. امارات متحده عربی در کنار دست ما یکی از اون کشورهاست که در واقع سال گذشته درآمدش از گردشگری یه چیزی دوربر 17 تا 18 برابر ایران بود. ایرانی که وسعتش ده ها برابر این کشوره و تنوع اقلیمی فوق‌العاده‌ای داره و همچنین قدمت تاریخی و جذابیت های فرهنگی بسیار بیشتری داره. بنگلادش از اون طرف کشوریه که نزدیک به 10 برابر متوسط ایران بارندگی داره، پوشش های جنگلی انبوهی داره، اما به شدت فقیره و انبوه اقسام آلاینده ها داره تو منابع آب و خاکش خالی میشه و بسیاری از گونه های آبزیش در حال انقراضه و وضعیت بسیار نگران کننده ای داره. پس بنابراین این که ما هر سال چه خوشسالی باشه و چه ترسالی باشه داریم خسارت میدیم، بیشتر از این که انگشت اتهام رو به سمت آسمان نشانه بریم و نگران و ناراحت باشیم از بخت بدمون که در چنین سرزمینی زندگی میکنیم، باید متوجه بشیم که اشکال کار جای دیگه است. همه کارشناسان پیش بینی کرده بودن که امسال یک سال استثنایی خواهد بود، چون ما دست کم خود من توی این 33 سالی که در حوزه محیط زیست دارم فعالیت میکنم به یاد ندارم که 2 سال پیاپی میانگین ریزش‌های آسمانی از میانگین دراز مدت کشور بین 30 تا 70% بیشتر باشه. و پس بنابراین ما توی یک سال استثنایی هستیم. تقریبا همه قلم روی کشور تو تصاویری که ناسا چند وقت پیش منتشر کرده بود اوایل اردیبهشت ما یک فرش سبزی رو احاطه کرده بود. چنین تصویری رو ما کمتر از ایران دیدیم. همه چالاب‌های کویری ما پر از آب شده بود. حوض سلطان در وضعیت استثنایی بود. بندعلی خان در جنوب تهران بعد از مدت‌ها آب داشت. جازموریان تقریبا پر شده بود. هامون‌های سگانه وضعیت خیلی خوبی داشتن. حتی کویرهای اطراف اردستان در اصفهان و همچنین کویر سیرجان و کویرهای جنوب کاشمر پر از آب بود. این شرایط شرایط استثنایی و خب ما یه پوشش گیاهی فوق‌العاده‌ای را به خاطر همین شرایط داشتیم. وقتی که این پوشش گیاهی به مرحله گلدهی میرسه، بذراش میرسه، چون هوا به یک بار گرم میشه، خب طبیعیه که اینها خوش میشه. برخی ها سوال کردن که خب اروپا هم این همه پوشش گیاهی داره، پس چرا اینقدر توش آتش اتفاق نمیافته؟ اروپا ظرفیت گرمایی ویژش به مراتب بالاتر از
ایرانه و یک باره چنین هوا گرم و خشک نمیشه که تمام علوفه های یک سالش خشک بشه و صحنه طبیعت تبدیل بشه به یک انبار بارود. برخی ها میگن مثلا دیگه چرا تو دامنه های اطراف زندان اوین آتش سوزی اتفاق میفته، تو پارک چیتگر آتش سوزی اتفاق میفته، تو بوستان ولایت چرا آتش سوزی اتفاق میفته؟ خب همه دوستان اگر رفته باشن این مناطق دیده باشن، دیدن که امسال به طرز استثنایی تمام تپه های و دامنه های جنوبی تهران آکنده از علوفه است و همچنین اطراف زندان اوین پر از علوفه است. تمام پارک های ما، پارک چیتگر در زیرشکوب جنگلش پر از علوفه است. خود من هفته گذشته برای شما گزارش منتشر کردم که چه اتفاقی در پارک چیتگر افتاد. یک راننده ای داشت عبور میکرد، ته سیگارش رو پرت کرد و متاسفانه از کنار جاده این آتش به سمت داخل پارک در ضلع غربی پارک حرکت کرد. پس بیشتر از این که ما دنبال تئوری های توهم گونه باشیم که یک عمدی تو کاره، دارن سرزمین ما رو آتش میزنن، دارن توجه ما رو از این نکته معطوف میکنن به جای دیگه، واقعیت ماجرا رو بپذیریم. ما تو این کشور بین 8000 تا 40000 هکتار هر سال جنگلامون آتش میگیره و هر چقدر که ریزش های آسمانی بیشتر باشه متاسفانه وسعت بیشتری از جنگل های ما آتش میگیره. پرسش اینه، با وجودی که ما اینو میدونیم بیش از نیم قرنه که این اتفاق داره میفته، چرا کاری نمی کنیم براش؟ چرا همچنان نیروهای مسلح ما میگن که خاموش کردن آتش در شمار وظایف راهبردی که برای نیروهای مسلح تعریف کردن نیست، جز به حوزه های امنیتی محسوب نمیشه، پس بنابراین هر سازمانی که نگران آتش گرفتن جنگل ها و مراتع است باید برای هر ساعت پرواز هلیکوپترهای ما 20 میلیون تومان بریزه به حسابمون تا ما بتونیم پرواز بکنیم. ما باید این مشکلات رو حل بکنیم، یعنی یا اینکه سازمان‌های متولی محیط زیست و منابع طبیعی کشور برخوردار بشن، مجوز داشته باشن، یک یگان هوایی مختص اطفای حریق رو به وجود بیارن، نیروهای کاربلد و کارآزموده و حرفه‌ای در این حوزه تربیت بکنن، و یا اگر این اتفاق نمی‌افته و دستورالعمل‌های ستاد فرماندهی نیروهای مسلح این اجازه رو نمیده، حداقل تو خود ستاد نیروهای مسلح یه همچین یگانی تجهیز بشه. ما نیاز به هواپیماهای آب پاش حرفه‌ای داریم، اصطلاحا به اونها میگن کانادایر، و باید کانادایر بخریم برای همچین کاری. هلیکوپترها نمیتونن به آتش زیاد نزدیک بشن، چون وقتی که این بالهاشون حرکت میکنه میچرخه پروانه ها، اکسیژن میدمه در دل آتش و آتش رو بیشتر میکنه، در نتیجه باید خیلی از ارتفاع بالاتر این سطلای مخصوصشون رو خالی بکنن از آب، و وقتی از ارتفاع خیلی بالاتر این کارو میکنن، اون آب معمولا پود میشه، بخار میشه و یا در جایی که باید ریخته نمیشه. پس بنابراین این نکته دیگری که در واقع باید در موردش صحبت بکنیم، در مورد اینه که خب این به این معنی نیستش که هیچ اتفاق عمدی در طبیعت ایران رخ نمیده. اتفاقات عمدی هم داره رخ میده. ماجرایی که در خایز اتفاق افتاد ناشی از درگیری دو تا دامدار بود برای اینکه قلمروی گسترده تری از مرتع رو برای خودشون داشته باشن، لجبازی کردن و این اتفاق افتاد. برخی از مواقع کشاورزان به عمد سعی میکنن برای اینکه اراضی کشاورزی خودشون رو گسترش بدن، یکی دو تا درخت حاشیه جنگل رو قطع بکنن، ولی الان این ماجرا میتونه بسیار تبعات جبران ناپذیر داشته باشه، چون همونطوری که گفتم طبیعت ایران تبدیل شده به یک انبار بارود. یکی از رسم‌های غلطی که کشاورزان ما دارن اینه که باقی مونده کاه و کلش خودشون رو می‌سوزونن، فکر می‌کنن اینطوری زمین ضد عفونی میشه، در صورتی که در مکتب جدید کشاورزی ازش به عنوان نو تیلج یا بی خاکورزی یاد میشه، اصولاً اصلا توصیه نمیشه. سازمان ملل و در واقع فاو توصیه می‌کنه برای اینکه میکوریزها حفظ بشن، جانداران ریز سطح خاک حفظ بشن، حاصل خیزی خاک حفظ بشه، اصلا نباید خاک رو آتش زد. اینها نیاز به آموزش داره، اینا نیاز به این داره که صدا و سیمای ما مرتبا در قالب کلیپ های آموزشی جذاب در لابلای سریال هاش اینها رو پخش بکنه. هر چقدر هم این پیام ها جذاب و غیر مستقیم پخش بشه میتونه اثرگذاری بیشتری داشته باشه.
باید تلاش بکنیم که دست کم تا آخر آبان ماه که این آتش سوزی ها ادامه داره، هموطنان عزیزی که هنوز نتونستن سیگار رو ترک بکنن حداقل یاد بگیرن که ته سیگارشون رو اونم روشن از ماشین پرت نکنن بیرون، چون میتونه فاجعه بیافرینه. یکی از رفتارهای پرخطر دیگه این تیراندازی هایی که در حیات وحش اتفاق میفته، مسابقاتی که میذارن و این تیرها ممکنه در واقع آتشی رو روشن بکنه بدون اینکه طرفی همچین عمدی رو داشته باشه. شکار در واقع تو حیات وحش تو این شرایط یکی از دلایلیه که ممکنه باعث به وجود اومدن آتش سوزی بشه و همچنین درگیری های امنیتی که در غرب کشور ما بعضا رخ میده خودش ممکنه یکی از دلایل آتش سوزی ها باشه. پس مسائل عمدی هم وجود داره، اما نکته اینه که این مسائل عمدی همیشه وجود داشته، نه فقط مربوط به سال 99 نیست، سال 98 97 هم بوده، همیشه بوده. اما چرا امسال انقدر گسترده شده؟ همونطوری که گفتم فقط به خاطر پوشش بیرقیب و استثنائیه که امسال کف اشکوب جنگل‌ها و مراتع ما ازش برخورداره. چی کار باید بکنیم که بتونیم خسارت‌ها رو کنترل بکنیم؟ چون ما هنوز خرداد ماهیم، هنوز در واقع نیمه شمالی کشور علوفه‌ها خوش نشده. خود من هفته پیش که به سمت استان‌های زنجان، کردستان و آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی رفتم، دیدم که اونجا هوا خیلی خوبه و هنوز علوفه‌ها سبز و سرحال هستن. پس بنابراین هنوز فرصت باقی مونده تا ما بتونیم تجهیز کنیم. کاری که ما باید بکنیم اینه که سازمان جنگل‌ها با استفاده از تجربیات چند ده ساله خودش پهنه‌بندی کرده، میدونه چه مناطقی در رویشگاه‌های جنگلی ما در غرب کشور، در ارسباران و در استان‌های گلستان، مازندران و گیلان آسیب پذیر هستن با آتش سوزی. اونجاها باید یک یگانهایی رو مستقر بکنه به کمک جامعه محلی، به کمک داوطلبان. این یگانها باید در واقع مجهز باشن به تجهیزات، به دمنده، به آتشکوب، به دستکش‌های ضد حریق، لباس‌های ضد حریق، و به مجرد اینکه این آتش سوزی ها اتفاق افتاد بتونن در کسری از زمان خودشون رو برسونن. اگر ما در ساعت اولیه آتش سوزی بتونیم به بالای سر آتش برسیم، بیش از 90% این خسارت ها کاهش پیدا میکنه. باید با جامعه محلی تعامل جدیتری داشته باشیم. برخی از سختگیری هایی که همکاران ما در سازمان محیط زیست یا در سازمان جنگل ها مراتع میکنن با دامدارها، میگن که شما نباید وارد فلان عرصه جنگلی یا مرتعی بشید، اینجا قلمرو قروخ هست، متاسفانه باعث لجبازی هایی میشه، و جامعه محلی، روستاییان، دامداران میگن پس اون مرتع و جنگلی که به درد ما نمیخوره میخوایم سر سگ جوش بجوشه، و میزنن به عمد اونجا رو آتش میزنن، یا اینکه بی تفاوت هستن در برابر آتش سوزیش. اینا اتفاقاتیه که میفته، هر سال میفته و امسال هم افتاده و میفته. یک مسئله دیگه که اعلام میشه، میگن که چرا اغلب این آتش سوزی ها اگه فقط مربوط به در حقیقت نور خورشید و حالت ذره بینی و مسئله سهویه، چرا پس شب اتفاق میفته؟ واقعیتش اینه که اتفاقا تعداد رخداد آتش سوزی در روز به مراتب بیشتره، در شب منتها خیلی چشماندازش گسترده تره و دیده میشه. همیشه توصیه میکنم که آتش سوزی رو مطمئن باشید در روز، حتی اگه یه تیکای کوچیکش مونده خاموش شده باشه، چون اگر نتونین در روز خاموش میکنین، در شب به شدت گسترش پیدا میکنه. به خاطر تفاوت دمای دامنه ها و دشت ها، در شب هوا به سمت دامنه ها حرکت میکنه، باد، و این میتونه بدمه در اون آتش نهفته زیر خاکستر و آتش ها رو افروخته تر هم بکنه. بازم تأکید میکنم درسته که مواردی از آتش سوزی عمدی وجود داره، اما اغلب این آتش سوزی ها ریشه در رفتارهای پرخطر و سهوی ما داره، و همچنین ریشه در پوشش های گیاهی انبوهی در کشور وجود داره. هنوز ما به اوج فاجعه نرسیدیم، اوج بحران نرسیدیم. احتمالا تیر ماه وضعیت میتونه بسیار خطرناکتر باشه و تقریبا همه 14 استان ما رو در زاگرس و همچنین شمال غرب کشور ما، منطقه ارسباران و شمال ما رو تحت تاثیر قرار بده. پس باید حتما سازمان جنگل ها مراتب برای پیشگیری و برای آمادگی کار بزرگی رو بکنه. شنیدم که
بالاخره یک شماره سه رقمی رو سازمان جنگل ها مراتب آبخیزداری کشور تصویب کرده، 139 قرار اعلام بشه. این خیلی گام بزرگیه، چون خیلی از مردم اون شماره های چهار رقمی 1504 و 1540 رو یادشون نمیمونه، ولی 139 خب به مراتب آسان‌تر یادشون میمونه و این میتونه قدم مثبتی باشه برای اینکه مردم هر جایی که این رخداد آتش سوزی رو دیدن بتونن بیان جلو و حمایت بکنن. یک سوالی هم در مورد یگان مردمی حفاظت از جنگل‌های سردشت مطرح شده. بعضی ها میگن خب چرا این یگان نمیره کمک بکنه برای مهار آتش در زاگرس؟ منتها این دوستان باید بدونن که این یگان در سردشته، یعنی در آذربایجان غربی، و یک قلمروی 90 هزار هکتاری رو میخواد دیدبانی بکنه، و اگه بتونه همون 90 هزار هکتار رو این 30 نفر آدم دیدبانی بکنن، کار خیلی بزرگی کرده. این یگان که قرار نیست مثل سوپرمن تمام منطقه زاگرس رو در وسعت 6 میلیون هکتار رصد بکنین، انتظار عجیب و غریبیه که بعضی از هموطنان دارن. این یگان همچنان در حال تجهیز، خوشبختانه در واقع از نیروهای از کمک‌های مردمی هم قراره بهشون سهمی از دمنده ها برسه، دارن تلاش میکنن همچنان کمک‌های مردمی رو جلب کنن برای اینکه بتونن تنپوش‌های ضد حریق براشون فراهم بشه، دستکش‌های ضد حریق براش فراهم بشه که بتونه یه یگان الگو باشه، هم به کمک این دوچرخه‌ها که ترویج در واقع زیست محوریه و ترویج اینه که آدمای فرهیخته جامعه دیگه سوار موتورسیکلت نمیشن، آلودگی صوتی ایجاد نمیکنن، در واقع امنیت وحوش و پرندگان رو در رویشگاه جنگلی به خطر نمیندازن، مرتب جنگل رو دیدبانی میکنن، اگر قاچاق چوبی اتفاق بیفته، اگر کوره زغالی وجود داشته باشه، اگر دودی ببینن به سرعت اطلاع بدن، و همچنین اگر تجهیزات داشته باشن برن به کمک نیروهای امدادی و اینجا رو خاموش بکنن. این میتونه یه الگوی خوب باشه برای اینکه در دیگر در واقع شهرهای کشور هم ما شاهد چنین اتفاقی باشیم انشاءالله. درود بر شما.